بسیاری از خانواده های بازداشتی ها و افرادی که با احکام سنگین روبرو هستند همچنان نگرانند. یک شنبه 9 بهمن جمعی از خانواده های زندانیان محکوم به اعدام در برابر ساختمان حوزه قوه ریاست قوه قضاییه تجمع اعتراضی برپا کردند و با در دست داشتن پلاکارد هایی که روی اونها نوشته شده بود نه به اعدام، الامانگویان خواستار لغو حکم اعدام عزیزانشون شدند. جمعی از مالباختگان شرکت مفتاح رهنورد هم در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولان بعد از گذشت 5 سال و بلا تکلیفی پرونده در اجرای احکام تجمع اعتراضی برپا کردند. گفته شده معترضان در سالهای 96 و 97 با پرداخت مبالغی بیش از 1200 میلیارد تومان اقدام به پیش خرید خودرو کرده بودند، اما تا حالا خودرویی به اونها تحویل داده نشد. اعتراضات مدنی هم در قالب شعارهای شبانه در 20 هفته گذشته در بسیاری از مناطق همچنان ادامه داره. بخشی از شعارهای شبانه در تهران در ساعت اولیه یک شنبه 9 بهمن رو با هم ببینیم.